آقای غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی با ما همراه شدن. آقای غیبی، مدیر عامل توانیر ایران گفته که 2-3% مردم جزء مشترکان بسیار پرمصرفن. چقدر از مشکل تامین برق کشور مربوطه به این مشترکانه؟ نمیشه مشکل برق رو معطوف کرد به مشترکان پرمصرف یا صنایع اساسا به مصرف کننده ها مربوط. مشکل برق یک مشکل اساسی در حوزه تامین برق و انباشت بی تدبیری و بی مسئولیتی سالهای گذشته است که به اینجا رسیده. امروز اگر ما داریم از ناترازی حرف میزنیم، یعنی اینکه برای رفع ناترازی همین امسال نیاز مند 6 میلیارد دلار سرمایه هستیم و این در یک سال هم برطرف نمیشه. همین میزان سرمایه 4 سال زمان خواهد برد تا بتونه برق مورد نیاز و ناترازی امسال رو جبران بکنه. حالا هر سال ما شاهد خواهیم بود که یک تقاضای جدید ایجاد میشه، بنابراین هیچگاه اون نقطه صفر ناترازی شکل نمیگیره و همواره مصرف جلوتر از تولید خواهد بود و این هم برمیگرده به ساختار معیوب در توسعه ایران، اینکه به بهره‌وری توجه نشده، اینکه سرمایه گذاری صورت نگرفته، بهسازی و نوسازی در شبکه تولید و توزیع برق صورت نگرفته. بخش زیادی از سیستم توزیع برق کشور برمیگرده به قبل از سال 57 و اتلاف انرژی در طول مسیر انتقال بسیار بالاست. در داخل خانه ها ما در حوزه دستگاه‌هایی که مصرف میشه، کولرها، افزایش بحث شدت مصرف انرژی رو داریم و در کنار اون عایق نبودن خونه ها و غیر اصولی بودن سازه ها و ساختمان ها هم هدر رفت انرژی رو دنبال میشه. یک چرخه بسیار معیوبی از ساخت و ساز خونه گرفته تا بحث مصرف و پرهنگ مصرف در بین مردم تا حوزه تولید و توزیع، اینها در کنار هم باعث بروز شرایط امروزی شده و نمیشه مردم رو مقصر دونست. مردمی که خب باید اساسا اگر قرار هنگسازی هم صورت بگیره از رأس هرم و از حاکمیت شروع بشه، از ادارات دولتی تا به مردم و در نهایت اتفاقی شکل بگیره. آنچه که مسلم مردم در این بین هیچ تقصیری ندارن. صرفه‌جویی مردم از طرف آقای غیبی در این میان، در این معادله کجا قرار میگیره؟ چقدر میتونه کمک بکنه به نوعی حل بحران تامین برق در کشور؟ شاید امروز بشه با صرفه‌جویی و حداقل یک عددی رو من دیدم مدیر عامل توانیر اعلام کرده که اگر مردم دمای سیستم سرمایش خودشون رو 24 بگذارن، 20% از مصرف برق کشور صرفه‌جویی میشه و شاید همین اتفاق بشه این مشکل امروز رو رفع کرد. اما فراموش نکنیم همون بحث بهینه نبودن سازه ها، ساختمان ها و فرهنگ غلط مصرف رو داریم، در کنار اینکه اگر قرار باشه مردم یک همراهی با سیستم بکنن، اون سیستم باید در نگاه مردم یک مقبولیت و مشروعیتی داشته باشه تا مردم بتونن همراهی بکنن. چه بسا در بعضی جا مردم خب به نشانه اعتراض مصرف رو هم بالاتر ببرن، حتی اگر منجر به وارد اومدن آسیب و قطعی برای خودش بشه. بنابراین اون شاید برای این روزهایی که مصرف برق در کشور داره بیداد میکنه و ناترازی به اوج خودش رسیده و بحران برق کشور رو داره متلاطم میکنه، شاید بشه با کاهش مصرف 20% ناترازی رو حل کرد. اما عرض کردم این همراهی مردم نیازمند فاکتورهای بسیاری که جمهوری اسلامی هیچ کدوم از اون فاکتورها رو نداره. رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی همراه ما، متشکرم.